بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عزیزان و دنبال کنندگان تلویزیون جهانی هادی مخصوصا برنامه شریعت در هر جایی که هستین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مجموعه بهترینا را برای بینندگان و دنبال کنندگان عزیز آرزومند است و از اینکه سوالات شرعی تانه از ما پرسان میکنین یک جهان تشکر شما میتونید برای همیشه طول اوقات با نمبر واتسپی همین نمبری که زیر نویس میشه مثبت 964 780 255 40 شرعی و احکام تانه از برنامه شریعت پرسان کنید در اسرع وقت و در زودترین وقت انشالله پاسخش از طرف ما دریافت میکنیم خب با توجه به این که ما در ایام هستیم که بسات شیرنخوری خوری و عروسی فراهم است سوال کردند از ما بیننده بسیار عزیز که نخواستند شمارهشان گفته شود و نخواستند حتی منطقهشان نام برده شود سوال کردند که در منطقه ما در هنگامی که وصلت صورت میگیره بحث سر است که سادات یا هاشمی نمیتونه به عقد و ازدواج غیر سادات و غیر هاشمی در بیاید گاهی اوقات اگر چنین اتفاقاتی هم میفته به جنجال و دعوا و مرافعه و گاهی از اوقات بلت و کوب کردن و این مسائل منجر میشه میخواستم نظر حضرت آیت الله الازمه سیستانی حفظه الله تعالی را در این زمینه بدانم خب همونطور که سروران ارجمند و بینندگان عزیز در جریان هستند ازدواج یک پیوند بسیار بسیار مقدس و در قرآن عظیم و شن و در روایات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین به این نکته بسیار و بسیار توصیه شدیم و نسبت به کسی که وساطت میکنه و یک ازدواج را صورت میده و یک زنی را به یک مرد میرسانه و زمین ازدواجش را فراهم میکنه چقدر ثواب برای از اینا مترتب شده و اگر گفته کسی از ترس فقر و نداری تن به ازدواج نمیده متوجه ازی باشه که اگر اعتقاد داشته باشه خدای تبارک و تعالی از در و از غیب و از خزانه غیبی خودشان اونها را غنی می بنابراین در ای که هاشمی میتونه به غیر هاشمی ازدواج کنه یا نه حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی در جلد سوم منهاج صالحین صفحه 71 و, و در مسئله 221 این مسئله را کاملا چکار کرده باز کرده در مسئله کف بودن یعنی چه کسی کف چه کسیه یعنی چه کسی همتراز چه کسیه چه کسی در شأن چه کسی هست که بتونه با چی کنه ازدواج کنه حضرت آقا در همونجا میفرماید که المسلم کف المسلمه یعنی یک فرد مسلمان کف و همتراز یک زن مسلمان است المؤمنو کف المؤمنه یعنی یک مؤمن و یک انسان خدا ترس و یک انسان خدا جو کف و همتراز یک زن مؤمن است بنابراین حضرت آقا چیز دیگری را در اونجا شرط نمی دانه. یعنی هاشمی بودن، غیر هاشمی بودن، عرب بودن، غیر عرب بودن هیچ کدام از اینا را شرط نمی دانه. در ادامه حضرت آقا می فرمده فیجوزو پس جائز است تزویج العربیه بالعجمی میگه جائز است که عرب یعنی یک بانوی عربی ازدواج کنه با یک شخصی که مثلا او عربی نیست از فرهنگی دیگر از جای دیگر است ایرانی است مثلا افغانستانی است پاکستانی است تزویج است جایزه و در ادامه باز حضرت آقا میفرمایند که جایزه هاشمیه هاشمیه یعنی او زنی که از طریق پدر به هاشم جد دوم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میرسه که امروزه در افغانستان و جاهای دیگه به اینا سید و سادات میگه میگه جایز است که زن هاشمیه به ازدواج غیر هاشمی در بیاید یعنی اگر که شوهر غیر هاشمی باشه میتونه یک زن هاشمی بگیره بالعکس هم صحیحه یعنی یک انسانی که خودش هاشمی هست خودش سیده خودش ساداته میتونه یک زنی را به ازدواج خودش در بیاره که او زن غیر هاشمی باشه باز در ادامه حضرت آیت الله العظمى سیستانی میخواهد یک کاری کنه که این نظام طبقاتی هم از بین برود حتی حضرت آقا میفرماید که جائز است کسانی که از خاندان شریف و بلند مرتبه هستند اینا با کسای ازدواج کنند که از نظر خانوادگی و از نظر پول و پیسه و امکانات در مرتبه های چی پایین ترن هم ازدواجش جایزه برعکس هم ازدواجش اشکالی نداره پس بنابراین از نظر حضرت آقا آنچه که مهمه نه تنها حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله بسیاری از مراجع عظام تقلید آنچه مهم است مسلمان بودن و مؤمن بودن دیگه ای که هاشمی باشه غیر هاشمی باشه اینا چیزهایی است که مردم و تعصبات مردمی به این کارا دامن میزنه وگرنه شرع مقدس اسلام چه از طریق اهل سنت و چه از طریق شیعه به ما این میرسونه که مسلمان کف مسلمان است و مؤمن کف مؤمن است میتونن با همدیگر دیگر ازدواج کنن و هیچ مسئله شرعی و هیچ مشکل شرعی هم در این زمینه نیست اما متاسفانه برخی از تعصبات قبیله ای که ما را برده به این مسیر و مسائل خون و منطقه و زبان و چیزها را مطرح کرده که در همه اوقات خصوصا در زمان ما باید از این مسائل کاملا چی کنیم؟ اجتناب کنیم نتیجه سخن هیچ مشکلی در ازدواج سادات با غیر سادات نیست چه سادات میتونه داماد باشه چه سادات میتونه عروس باشه امیدوار هستم که خدای تبارک و تعالی ما را از تعصبات ای زبانی، منطقی، مذهبی بر داشته باشه. همه ما مسلمانیم و امت واحده. و امیدواریم که به همی مسلمان بودن و امت واحده باقی بمانیم. تا دیدار بعد و پاسخ و مسئله شرعی دیگر همه دوستان عزیز و دنبال کنندگان تلویزیون جهانی هادی را به خدای تبارک و تعالی می و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته